سلام، با 180 ثانیه دوشنبه دوم اردیبهشت ماه همراه ما باشید. مایک پومپئو امروز دوشنبه پایان معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را اعلام کرد و گفت دیگر هیچ معافیتی به کشورهای دیگر نخواهد داد. او همچنین گفت تحریم‌های نفتی آمریکا بیش از 10 میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران کم کرده است. آقای پومپئو گفته است فشارها بر ایران تا عادی شدن رفتار این کشور ادامه پیدا می‌کند. آمریکا در صدد است فروش نفت ایران را به صفر برساند. پومپئو همچنین گفته است بین روحانی و ظریف فرقی نیست. آنها از قاسم سلیمانی و بی‌ثبات‌سازی در خاورمیانه حمایت می‌کنند. مدیر کل روابط عمومی سازمان مدیریت بحران ایران روز دوشنبه گفت تخمین زده شده است حدود 10 میلیون نفر تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم سیل‌های اخیر قرار گرفتند. او افزود 235 شهر و بیش از 4300 روستا در 25 استان ایران تحت تأثیر خسارات سیل قرار گرفتند. احمد محمدی انارکی نماینده رفسنجان در مجلس در گفتگو با ایلنا گفت ملخ‌ها نهایتاً تا اواخر خرداد از کشور خارج می‌شوند، اما بیش از حضورشان در مناطق مختلف کشور تخم‌ریزیشان مهم است، به نحوی که این نگرانی وجود دارد که اگر در ایران تخم‌ریزی کنند قطعاً سال آینده به جای اینکه عربستان کانون حضور ملخ‌ها باشد ایران خواهد بود. ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرده یک سوم هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود و سالانه 430 نفر به خاطر هزینه‌های درمانی در کشور به زیر خط فقر می‌روند. در پی وقوع سیلاب طی چند روز گذشته در سیستان و بلوچستان، استاندار این استان از مدیریت سیلاب ورودی به منطقه با وجود افزایش حجم آن خبر داد. آب گرفتگی در چند روستای هیرمند باعث شد تمام ساکنان روستاها تخلیه شوند، ضمن اینکه احتمال تخلیه برخی مناطق مسکونی اطراف نیانک در روزهای آینده وجود دارد. منابع خبری گزارش دادند که در جریان عملیات خنثی‌سازی بمب از سوی نیروهای ویژه سریلانکا در نزدیکی یک کلیسا این بمب منفجر شده است. بمب در داخل یک خودروی ون و نزدیکی کلیسای قرار داشت که انفجار آن باعث کشته و مجروح شدن چند تن شده است. منیر شاهرودی فرمانفرماییان از هنرمندان بنام ایران در هنرهای تجسمی که بخش بزرگی از کارهای هنری او با الهام از آینه کاری ایرانی بود درگذشت و سفارت فرانسه درگذشت او را تسلیت گفت.